بعض وقت تا ما در زندگی مشکلات ها و گرفتاری هایی داریم که واقعا در پیش از اونا احساسی ناتوانی میکنیم و که نمیتونیم اونا رو حل کنیم، ولی یک چیزی به نام غرور بگیم یا غیرت بگیم، هر چیزی بگیم، یک چیزی دروغی که ما را اجازه نمیده که ما از اطرافیان و از نزدیکان کمک بخواهیم، کمک دیگران میتونه بسیار موثر باشه و ما میتونیم خیلی از مانع ها و گرفتاری های زندگی خود به آسانی حل کنیم. مهمیه که ما در کجای زندگی باشیم، مثلا چه آدمی سطح پایینی جامعه باشیم، چه یک آدمی بالا باشیم، چه درس خوانده باشیم، چه باسواد باشیم، چه بیسواد، چالش های در زندگی هست که ما واقعا در پیش از اونا کم میاریم و رای از و رمز از اونی هست که در هر بخش زندگی خود هست که میتونی خیلی انسان های در زندگی هست میتونی تو رو کمک کنه، چی از نزدیکان، چی از خانواده، چی انسان های بالای جامعه و چی انسان های پایین جامعه هست که تو رو میتونه کمک کنه اگر تو این غرور دروغی رو او طرف کنی و بری واقعا بسیار به طور خالصانه بشینی راستی آقای فلانی یا برادریم یا خواهریم یا هر چیزی که مثلا یا دوستی در زندگی تو هست، یک کسی که میفهمی یک کمی تو رو میتونه کمک کنه یا درک داره، میتونی بگی راستی من در زندگی در اینی بخش زندگی مثلا خصوصا بخش مالی و کاری بگم که خیلی از مردا یا اینا بگم درگیری از هستم، راستی من در این بخش مالی زندگی خو نمیفهم در قنچ کار کنم، خیلی را تلاش کردم، کار کردم، اونجا رفتم این کار زدم ولی هیچی نشد، با نظر خودید ما چیکار کنیم که راستی بتونیم از نظر مالی حداقل در جایی باشیم که دیگر نگران از این نباشیم که خرج فردایم یا خرج شبیم از کجا بیه، بتونیم یک درآمدی داشته باشیم که بتونیم یک هم خرج و خوراک مناسبی رو داشته باشیم. اگر بشینیم این ضعف خوره بسیار به طور خالصانه با دیگران با اطرافیان کسایی که میتونه ما رو کمک کنه بگوییم، او وقت خیلی از آدم هاست، خیلی از انسان هاست، دیدایی داره، نظرهایی داره که میتونه ما رو کمک کنه که ما بتونیم مثلا امو بخش زندگی ما که مثلا مشکل مالی باشه یا درآمد باشه او رو حل کنیم. من یه یک مثال زدم و بخش درآمد و کار، ولی در زندگی ده میتونه خیلی مانع ها، خیلی مشکل های دیگه باشه، مشکل های رابطی، ارتباطی، مشکل های جرأت، اگر جرأت و اعتماد به نفس هم میتونه باشه، مثلا کسی که کم جرأت و خجالتی به جایی که خود خوره امتر دروغی یک آدم قوی نشان بدیم، یک آدم که ما میتونیم این مشکلات حل کنیم دروغی نشان بدیم، ولی هر وقت دوباره مشکل فکر مونیم حس ما بد میشه و واقعا ناتوانستیم در پیش به جای این رقم تصویری دروغ نشان دادن از خود ما بشینیم در دیگر را بگیم راستی من بسیار آدم کم جرأت هستم، بسیار در جمع گپ زدن نمیتونم، بسیار در حال پرسی در عذاب هستم، راحت نیستم، بسیار در جایی که ما باید گرب خود بیزنم و اخ رو بگیرم نمیتونم بگیرم. اگر بیشین میره خالصانه با البته ایرم میگم که با هر کس نه، با مثلا انسانایی که میتونه ما رو کمک کنه و انسانایی که میتونه ما رو درک کنه، اگر بیشینیم امی ضعف خود ده او به طور خالصانه بگم واقعا انسانایی هست که آدمایی هست که میتونه ما رو کمک کنه، میتونه نظر از اونا، دید از اونا در ما مثلا حداقل یک هدایت میشه که ما از هدایت ازوی باعث میشه که میرم خیلی راه ها و خیلی چیزهای دیگه ای را مثلا پوشی میگردیم که بتونه مشکل ما را حل کنه. و یک چیزی هم که وقت ما از تصویر دروغی در خود نشان میدیم، مشکلات اصلی خودت نمیگیم در دیگر را که کمک بگیرم از دیگر را، وقت بسیار احساس تنهایی میکنیم، در درون شاید در بیرون نشان ندیم ولی در درون احساس ناتوانی میکنیم، احساس میکنیم که تنها ما آدم هستیم که در این مشکل و این بدبختی گرفتارم، ولی وقت که میشینی با آدم ها با انسان های دیگه موگی مشکل خوره و طور خالصانه و همی ضعف خوده هم موگی ای از شخصیت تو از وجود تو کم نمنه وقتی که ضعف خوره موگی ای به ای هنوز هم شخصیت تو را جرأت تو را توانایی تو را بالا میبره وقتی که تو میشینی موگی که من این ضعف و این ناتوانی رو دارم. و وقتی که آدم مشکلات خود رو در دیگران میگی، اون وقت دیگران مثلا مشکلات خود میگه یا میشنیم که دیگران واقعا در این مشکل گرفتاره، هر وقت که ما احساس نکردیم که ما تنها هستیم، انسان های دیگه هم با می چلنج و با می مشکل روبرو هستن، اون وقت است که یک کمی احساس راحتی میکنیم و احساس میکنیم که نه تنها این مشکل یا این مونی پیش روی از منیه، پیش صدها نفر و هزارها نفر دیگه هم هست که امی مشکل داره. و وقتی که ما یک کمی از نظر ذهنی و روانی احساس راحتی کردیم، وقت خود به خود
همین ما در حالت راحت که قرار میگیریم خود به خود راه حلایی را پیدا میکنیم، راههایی را پیدا میکنیم و مثلا راه های متفاوتی را تست میکنیم که بتونیم این مشکل مالی خود یا مشکل جرأت و اعتماد به نفس باشه یا رابطی خانوادگی یا هر چیزی باشه او را همونطور به طور آهسته آهسته حل کنیم. هر وقت که ما از نظر روحی و روانی در حالت آرام و در حالت راحل قرار داریم و اینمی که ما را نمیگذاره که ما از دیگر را کمک بخواهیم، این غروری است که ما را اجازه نمیده که ما از دیگر را کمک بخواهیم و از دیگر را مثلا درخواست کنیم که واقعا ما چی کار کنیم که این مشکلی زندگی خود را حل کنیم. اگر این ویدیو را تماشا میکنی ما برای خودت میگم مثلا بیش یک لیست بگیر دو تا یا سه تا از معانی یا مشکلی که زندگی تو واقعا مشکلیه که تو و تا جایی را مشکل شده که دیگه حالی بوره در مثلا دیگه دبارش اصلا فکر نکن. فرض کن دبارش مالی و کاری اگر است یا دبارش جرأت و اعتماد به نفس است تو هر مشکل را معانی اون مشکل میگیری الا امور چارکی او رو قدر در بارش تلاش کردی چی آگاهانه چی ناگاهانه که حل ندنیستی ولی آل در جای عجز و ناتوانی رستی که دیگه او رو مثلا نادیده میگری پشت از او نمیگردی ولی ریشه تمام مشکلات تو اون مشکلی است که تو هر وقت در بارش فکر میکنی حس حال تو بد میشه و دیگه او رو پشت یعنی نادیده میگیری اون مشکل مشکلی اصلی تو است. اگر او رو حل کنی میتونه دیگه مشکلات تو ریشه اصلی مشکلات اگر او رو حل کنی همه مشکلات دیگه حل میشه. شاید او در زندگی هر کسی هم چون معنی است، یکی شاید از نظر مالی و کاروباری، یکی از نظر جرأت و اعتماد به نفس است، یکی توانایی یا درکی از زیر نداره که ارتباطات یا روابط خوبی با اطرافیان خانواده هر کسی هست در زندگیش نتونه یک روابط خوبی داشته باشه. هر چیزی هر کسی یک مشکلی ریشه‌ای در زندگی خود داره، اگر او را حل کنه او میتونه ریشه اصلی مشکلات چی هست و بنابراین میتونه همه مشکلات ما را حل کنه. ولی وقتی که ما از خود یک شخصیت دروغی میسازیم، همی عجز و ناتوانی خود را به دیگران نمیگیم، او وقت است که ما بلی از این مشکل خود را خاک میپاشانیم و میریم مثلا درگیری موانع و مشکلات ها و چیزهای جزئی زندگی میشیم که اونا رو هر چقدر حل میکنیم نه نتیجه ای در زندگی ما میده نه تأثیری در زندگی میداره و از آخر هم اونطور یک زندگی دلنشست و یک زندگی ناجالی بره بالاخره پیش میبرم. دیگه یک جای زندگی که رسید آدم خوی میگره عادت میگره دمو حالت زندگی دیگه دمو راضی میشه. یک زندگی نه یک چنگ بدیل تو بزنه، ولی اگر میخوای که زندگی چنگ بدیل تو بزنه اون مشکلی که تو ترس داری اون مانعی که مثلا حس و حال تو رو بد میکنه برو با دیگران دبارش حرف بزن با کسایی که میتونه کمک کنه واقعا بگوی عجز و وقتی که آدم میری به طور خالصانه و بسیار همونتر از صادقانه با دیگران میشینی حرف میزنی مشکلات تو رو میگی از تای دل خود دیگر نه شخصیت دروغی از خود نشان میدی نه توانایی دروغی از خود نشان میدی او وقت دیگران حاضر با جان دل آدم رو کمک کنه راههای رو نشان بده که آدم بتونی از پیسی از اومانی از پسی از این مشکل بر بیایی. و یک چیز دیگه هم که مثلا در انسان ها بیشتر است ایه که ما زمانی که خورد استیم مثلا در کلان میشیم در خانه ای است که شاید بعضی خانواده هایی که مثلا پدر و مادر هایی درگ نداره یا مثلا بر شرایط بر قسم که هستن ما یک رقم میشیم که وقتی با ده بیرون در مشکل ها سر میخوریم در اگمانی سر میخوریم او را به خانه نمیگیم و دیگر را به کلانا نمیگیم و این میتونه بسیار یک مشکلی را به ارتباطات ما به شخصیت ما به بار بیاره. چرا که مثلا اگر در بیرون میری یک کس توره مثلا یک چیزی میکنه تحقیر میکنه یا میزنه وقت خورد است در خانه نمیگی این همینطور برای مثلا عادت میشه و کم کم میری در بعدای زندگی مثلا با معانی مثلا وقتی که در ارتباطات با دیگران میشی برقرار میکنی مثلا موارد و اتفاقات میگه که آدم در یک سنایی درگ نداره که واقعا چی رقم با معانی و مشکل روبرو شید ولی وقتی که از میای مشکلات خود همه چیزی که در آدم داری چیزایی که اساسی است با خانواده خوب با نزدیکان خود در میان میگذاری و پنهان نمیکنی اونا میتونه گفته ها و مثلا راهنمایی های از اینا میتونه برای آدم مفید باشه چی درباره رابط باشه چی درباره مثلا هر چیزی جدی اتفاقات روزانه باشه. وقتی که این رو میگه این رو مثلا خصوصا برای کسایی میگم کسایی که مثلا سنش خورده است بیشتر با ایمانی روبرو است. اگر در بیرون میری نه کسی مثلا در مکتب هستی فرض کو اگر آدم مثلا 15 سال 14 سال 18 سال 12 سال هر چه کسی اگر ویدیو رو تماشا میکنی مثلا میری در مکتب از طرف بچه‌ها هم سنفی های کو مثلا توهین میشی یا در لباس های تو یا در ظاهر تو رو تحقیر میکنی یک چیزی که در بین همه انسان ها هست یا بولینگ میگه در انگلیسی
یعنی تحقیر کردن یا اذیت کردن، یا میری مثلا در شخصیت تو در قوارید یک چیزی میگه، در لباس یک چیز میگه و تو میایی ای رو در خانه نمیگه، هر روز دی زجر میبری. ای بسیار یک تاثیر مخرب بره دست روی روحیه خصوصا بچه های خورد مگذاره که چیزها شرایط های اتفاقا سخت داره که دی بیرون تجربه میکنه در خانه نمیگه. خیلی از بچه که از درس و مکتب فراریه، یکی از دلیل هایش اینمیه که مثلا در مکتب میره اما سنفی هایش اطرافیش تحقیر میکنه از نظر لباس یا شعریش. بالاخره بچه یا دختر یا نمفهم یاده داره که بیشتر بچه که مثلا یک چیزی میگن دیگر که رقمی او رقمی قوارت یا لباس یا کلیت یا چیزی دیگر، ولی وقتی که او بچه در خانه راحت نیه، نمیتونه مشکلات خود در خانه بگه و او باعث میشه که از مکتبی که میره دل سرد میشه. و آدمی هوشیار، آدمی که درک داره، آدمی که آدم با جرأت و با توانایی بالا است، با آدمی که موفق است، او انسان انسانی است که میره ناتوانی خود با انسانهایی در میان میگذاره که اونا میتونه او رو کمک کنه. واقعا در اینی باره میگه ما ناتوان هستیم، در این مورد ما ناتوانم نمیتونم حل کنیم. و او وقت انسان ها، حرف های انسان ها، گفته های انسان ها بسیار یک چراغ هدایت میشه، یک نوری میشه که تو میتونی با استفاده از اون مشکل، اون مانعی خود حل کنی. اگر ویدیو را تا آخر تماشا کردی تشکری میکنم. تا ویدیوهای بعدی شما را به خداوند میسپارم. موفق باشین.